Bonjour à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je suis Sarah, votre professeur de français. Et aujourd'hui, on va apprendre comment lire les signes, les ponctuations et comment dire notre numéro de téléphone, notre adresse d'email, et etc. Salam alaikum. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه با من سحر از مجموع درس های Learn and Enjoy خوش اومدید. در درس امروز ما میخواییم علامت های علائم نشانه گذاری در جملات رو یاد بگیریم با هم و بعد هم یاد بگیریم که چطور شماره تلفن، آدرس، اسممون، فامیلیمون، اون اطلاعاتی که روی کارت شناسایی یا کارت در واقع شغلیمون که تو فارسی حالا بیزنس کارت بهش میگیم دیگه، کارت شخصیمون هست رو بخوایم به دیگران بدیم یا در موردش سوال بپرسیم و همچنین آدرس و بقیه اطلاعات. پس حتما درس امروز رو ببینید که خیلی به دردتون میخوره. مدابا ابونو ویت ایسی کلیک سور لیکون کلوشت پور نو دیرنیر ویدیو اونی وا. Signe et ponctuation. Signe به معنی علامت هست و اینجا اس داره چون علائم مختلف رو داریم میگیم. Ponctuation به معنی نقطه گذاری هست که بخش بسیار مهمی هست در نوشتار، کتاب ها، متن، نامه، ایمیل و هرچی. چرا ponctuation مهم هست؟ به خاطر اینکه شما اگر شروع کنید به نوشتن جملات پشت سر هم و از این نشانه ها، حالا از این تعدادش استفاده نکنید، مشخص نیست کجا مکس میشه، کجا باید جمله تموم میشه، کدوم جمله با کدوم جمله در ارتباطه، هیچی نمیفهمیم. در واقع اگر ما بیایم متنی رو بدون هیچ علامتی بخونیم، آخرش میبینیم که خیلی سخته متوجه شدن این و فهمیدن این که متن چی گفته. یادم در مدرسه همیشه برای ما این مثال رو میزدن که شخصی به حاکم یه برگه داد، روش نوشته بود اعدام لازم نیست، آزادش کنید. خب اگر این هیچ علامتی نداشته باشه، اون حاکم میخوند اعدام لازم نیست، آزادش کنید، یعنی لازم نیست طرف رو اعدام کنید و شخص جونش نجات داده میشد. اگر که بعد از اعدام یه ویرگول میذاشتن میشد اعدام لازم نیست، آزادش کنید، یعنی اون شخص میمرد. یعنی همین یک علامت کوچیک میتونه مفهوم جملمون رو خیلی وقتها تغییر بده. پس دلیل اهمیت و تدریس این پونکتواسیون و سینی ها علائم همینه. اما یه دلیل دیگه که دارم اینه که اگر ما بخوایم آدرس ایمیل بدیم، که همتون قطعا ایمیل دارید، یه تعدادی از اینها رو قطعا استفاده کردید در آدرس ایمیلتون یا میتونید استفاده کنید، لازم دارید. و همچنین اگر از این به بعد مثلا جمله‌ای بنویسیم بگیم اینجا علامت سوال می‌خوایم، علامت تعجب می‌خوایم، دیگه باید به فرانسه بدونید چی میشه. خب اولین علامت تیغه. تیغه در فارسی میگیم خط تیره، دقیقا هم همین نوشته شده دیگه، فقط ما اغ رو غ میخونیم. تیره، تیغه ها؟ خط فاصله، خط تیره برای جدا کردن کلمات مختلف به کار میره. و در آدرس ایمیل ها بعضیاتون در بین اون حالا حروف و کلمات و اعداد آدرستون ممکن است تیغه استفاده کنید. سلش، سلش، خب سلش هم که همه آشنا هستید، در آدرس های سایت های مختلف از سلش استفاده میشه. و اما سلش احتمال زیاد کلمه انگلیسیه که به فرانسه اومده. چرا؟ چون در فرانسه ما سه اش رو داریم برای صدای ش و اس اش اصلا نداریم، پس قطعا این کلمه انگلیسی هست. علامت بعدی پوان. پوان او ای رو وا میخوندیم، اینم که تلفظ نمیشه، ای این خودش وایل نزل هست، پس میخونیم پوان، نقطه. خب در پایان جمله های خبری چه مثبت چه منفی پوان، و همچنین در آدرس های ایمیل همه جا داریم پوان کم، یاو پوان کم، جیمیل جیمیل پوان کم، فری پوان اف ار و غیره. علامت بعدی دو پوان. دو پوان، دو نقطه، در فارسی هم میگیم دو نقطه دیگه، دو تا نقطه که بالای هم قرار گرفتن. دو پوان، چه زمانی از دو پوان استفاده میکنیم؟ پور ان رپو او اون سیتاسیون. پور ان رپو او اون سیتاسیون، زمانی که داریم نقل قول میکنیم جمله ای رو، نقل قول مستقیم میکنیم، میگیم مثلا
توما ادی، یعنی توماس گفت. خب اینجا چیکار میکنیم؟ دو پوام میذاریم و بعدش گیومه، گیومه، گیومه میذاریم در دو طرف و این صحبت اون شخص رو بین این دوتا گیومه مینویسیم. خب گیومه رو هم ما تو فارسی داریم میگیم گیومه، ولی این از فرانسه اومده. چجوری ما این کلمه رو داریم میخونیم گیومه؟ ای دو زل رو ای میخونیم، ای، پس میخونیم گیومه و او بعد از ژ خونده نمیشه. خب فقط برای این اومده که ما اینو گه بخونیم و ژ نخونیمش، گیومه. علامت بعدی، باز در زبان فارسی ما این رو داریم، پرانتز، ل پرانتز، دو پرانتز، اونوور، ان پرانتز، اون پرانتز، او ان پرانتز، جو سپا، جو دو وریفیه، باید چک کنم پرانتز فمینن هست یا ماسکولن هست. بچه هر جا شک کردید حتما چک کنید. ا اون فرم، دو پرانتز، باز میکنیم میبندیم. کی از پرانتز استفاده میکنیم؟ زمانی که تو جمله ممکنه اطلاعات اضافه بدیم، یه بخشی خیلی مهم نیست میخوایم بگیم، بین پرانتز میذاریم. یا اینکه دیدید در درس‌های قبل من یه جاهایی مثلا او رو بین پرانتز میذاشتم. چرا؟ میگفتم اگر فمینم باشه این او باید باشه، اگه ماسکولن باشه، یعنی جایی که یه یایی میخوایم به کلمتون اضافه کنید، یا این یا این، باز هم میتونید از پرانتز استفاده کنید. و اما خب این با اون چه فرقی داره؟ اون خط تیره است بین دوتا کلمه است. اینو تو فارسی که البته دیگه فارسی نیست، ما از انگلیسی گرفتیم، میگیم underline، یعنی خط زیر. و در فرانسه همین ترجمه شده، تیغه با خط زیر، با یعنی پایین. خب از این هم خصوصا در آدرس های ایمیل استفاده میکنیم دیگه، تیغه با. علامت بعدی که باز هم اون چیزی که ما تو فارسی میگیم از انگلیسی گرفته شده، ما میگیم at sign. این علامت نشانه at هست، یعنی در این آدرس مثلا، در این دومین. خب at signی که میگیم، خود sign یعنی علامت که انگلیسی ها دیگه نمیگن، انگلیسی ها فقط میگن at. و اما فرانسوی ها کلن یه چیز دیگه میگن. فرانسوی ها چی میگه؟ میگه arrobas، arrobas. علامت بعدی باز هم شبیه اون چیزی است که ما تو فارسی میگیم. میبینید چقدر ما در فارسی کلمات مشترک داریم با فرانسه، با یه کمی تغییر تلفظ. ویرگول، ما تو فارسی میگیم ویرگول دیگه، ویرگول میگیم، که این ر و بعد اینجا بگیم غ. ویرگول و او داریم، ویرگول. خب زمانی که چند تا چیزو میخوایم از هم جدا کنیم، مثلا برای شخصی چند تا صفت به کار میبرید، یا تو لیست خرید میگید این 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 و این رو بخر، بین همه اون این این اینها باید ویرگول بذاریم. علامت بعدی پوان ویرگول، پوان ویرگول که در فارسی هم میگیم نقطه ویرگول، نقطه ویرگول دیگه، فارسی و فرانسه کلا قاطی شد. پوان ویرگول. خب از نقطه ویرگول کی استفاده میکنیم؟ جمله تمام شده اما، یعنی یه جمله مستقلی تمام شد، جوی جمله دیگه شروع شد، ولی به نوعی این دوتا جمله مکمل همن، یعنی با اینکه جمله تمام شده ما مکس میکنیم ولی ادامه هم داره، پس اینجا پوان ویرگول میذاریم. دو تا علامت بعدی هم که خب قطعا خیلی کاربرد داره، اولیو میگیم پوان دکسکلاماسیون، پوان دکسکلاماسیون، علامت تعجب. پوان دکسکلاماسیون کجا استفاده میشه؟ قطعا در جملات عاطفی، در جملات تعجبی و حالا جاهای مختلفی ما ممکن هست اینو ببینیم، جایی که یه چیزو با تعجب میگیم. و علامت بعدی، حواستون باشه در این دوتا ما پوان داریم، ولی پوان به معنی نقطه اینجا نیست، به معنی علامت به کار میره. پوان دکسکلاماسیون و آخری پوان دانتروگاسیون، دان dans point d'interrogation on utilise le point d'interrogation à la fin des phrases interrogatives از این علامت سوال در پایان جملات سوالی استفاده میکنیم دیگه، قطعا علامت سوال در جمله سوالی استفاده میشه. خب این علامت ها رو براتون گفتم، در بخش بعد میخوام یک کارت دیدانتیته مثلا، یک کارتی مثل کارت شناسایی رو براتون رو تخته میارم و ببینیم که چه مواردی روی این کارت داریم و آدرس ایمیل، شماره تلفن و آدرس رو اینا رو به چه صورت باید بگیم و بخونیم. حتما با من همراه باشید، درس مهمی هست.
اطلاعات یک شخصی رو داریم و حالا میخوایم ببینیم که اولا این اطلاعات چی هستن، در مورد چی هستن و چجوری بپرسیم و چجوری بخونیم. اول از همه یاسین بلینی، خب قطعا اسم و فامیل شخص هست. یاسین سه پرنوم، پرنوم یعنی اسم، نام، اسم کوچیک. بلینی سه نوم، پس نوم نام نیست، نوم یعنی نوم دو فامیل، نام خانوادگی، و پرنوم میشه اسمتون، اسم کوچیکتون. بعدی چی هست؟ ست رو سن بنوا سوسان کنز زیرو اونز پری. خب این آدرس هست قطعا. ما یک پلاک داریم، اون شماره اول پلاک هست. رو یعنی خیابان، خیابان رو میگیم بدون حرف اضافه رو و اسم خیابان سن بنوا مثلا. بعد کد پستی داریم و اسم شهر. دقت کنید کد پستی رو به شیوه های مختلفی میخونن، ممکن هست شما رقم به رقم بخونید، اما معمولا دو رقم سمت چپ، دو رقم اول شهر رو نشون میده. سواسان کنز که همون 75 هست، نشانگر شهر پاریس هست، و رقم آخر، یک یا دو رقم آخر، سه لاروندیسمان. لاروندیسمان یعنی منطقه. شهر پاریس به مناطق مختلف، به اروندیسمان های مختلفی تقسیم شده و حالا این اونز یه اروندیسمانه. پس کسی که تو پاریس زندگی میکنه میخونه اینو سواسان کنز زیرو اونز. حالا اگه سه تا صفر بود سواسان کنز زیرو زیرو زیرو، یا حالا هر عدد دیگه زیرو زیرو سیس مثلا. پس آدرس رو یادتون باشه، در زبان فرانسه آدرس برخلاف فارسی از عقب برمیگرده، یعنی از کوچیک، از پلاک شروع میشه. شماره خونه، اسم خیابون، کد پستی، خیلی راحت. ما تو زبان فارسی وقتی میخوایم آدرس بدیم، شهر، کشور، بعد مستقیم میری میپیچی راست خیابون فلان، بعد دوباره کوچه اون، بعد بنبست اون، خیلی پیچ در پیچه. ولی تو فرانسه خب راحت هست، پلاک، خیابان و کد پستی و شهر رو مینویسید. خب بعدی چیه؟ دومیسیل. دومیسیل سه وتخو تلفن، تلفن دو لا مزون. دومیسیل به معنی تلفن منزل هست. دومیسیل کل وتخو دومیسیل، کل وتخو نومرو دو دومیسیل، کل وتخو نومرو دو تلفن. خب پس دومیسیل میشه تلفن خونه، حواستون باشه. تلفن رو چجوری بخونیم؟ شماره تلفن ها رو در فرانسه دوتا دوتا میخونن، برخلاف فارسی. ما تو فارسی گاهی سه رقم میخونیم، گاهی دو رقم میخونیم، گاهی سه و دو رو قاطی میخونیم. در فرانسه همش رو دوتا دوتا میخونیم. پس الان این شماره رو اگه بخوایم بخونیم و کسی از ما بپرسه کل وتخو نومرو دو تلفن، کل وتخو دومیسیل، اون دو دیر زیرو ان کارون سنگ کارون تویت ون ترانت ان. یه بار دیگه میگم، زیرو ان کارون سنگ 48 و 31. خب یه شماره دیگه هم داریم که شبیه اونه. این چیه؟ لو نومرو دو پورتابل. پورتابل، پورتابل همون تلفن همراه یا موبایلتون هست. کل وتخو نومرو دو پورتابل، شماره موبایل چیه؟ 06 40 08 85 85 96. یادتونه که 96 رو همون 90 میگفتیم و بعد 11 12 اضافه میشد 96. پس یه بار دیگه میگم کل وتخو نومرو دو پورتابل 06 40 08 85 96. و در پایان کل وتخو آدرس میل، کل وتخو آدرس میل، آدرس میلت چیه؟ ایمیلت چیه؟ همون ایمیلی که داریم دیگه. یاسین پوان، خب گفتم علامت ها اینجا استفاده میشه، یاسین پوان بلینی اغوباز یاو، اشم نمیخونیم، یاو پوان اف ار. یا حالا اگر این اسم اسم خاصی هست، معمولا خب حالا فرانسوی ها اسمای خودشون رو میدونن که چجوری هجی میشه نوشته میشه، ولی مثلا اگر شما ایرانی هستین، افغان هستین، اسم خاصی دارید، میتونید اپلی کنید، میتونید هجی کنید. YASINE پوان BE دوزل INE اغوباز یاو پوان FR. خب
برای تمام اینها میتونیم از کله استفاده کنیم. سوال کله، من اینو براتون ننوشتم. چرا؟ چون در درس بعدی ما به طور کامل صفت پرسشی کل رو میخونیم و چون برای مفرد و جمع و مذکر مؤنث فرق میکرد ننوشتم اینجا، چون الان توضیحش دیگه خیلی طولانی میشد. اما بدونید از کله استفاده میکنید. به چه صورت؟ کله وطخو پخنوم من پخنوم ا یاسین، کله وطخو نوم من نوم ا بلینی، کله وطخ ادرس، آدرس چیه؟ ست رو سم بنوا. کله وطخ کود پستل؟ سواسان کنز زیرو اونز. کله وطخ نومرو دو دومیسیل و کله وطخ نومرو دو تلفن که گفتیم. کله وطخ نومرو دو پختبل، شماره موبایل چیه؟ کله وطخ ادرس میل، آدرس میل چیه؟ آدرس ایمیل چیه؟ پس همه را با استفاده از کله میتونیم به کار ببریم و بپرسیم و جواب بدیم. و اما من دو تا ایمیل دیگه براتون نوشتم که ببینیم اینا رو به چه صورت میخونیم. یه نگاهی بکنید، یکم تمرکز کنید، میتونید فیلم رو پاز کنید، اول خودتون بگید، بعد با اون چیزی که من میگم مقایسه کنید. لینا تیغه منیه اغوباز فری پوان اف ار. لینا تیغه منیه اغوباز فری پوان اف ار. آدرس دوم پل تیغه با مختینی اغوباز ات میل پوان کم. پل تیغه با مختینی اغوباز ات میل پوان کم. این هم از این آدرس ایمیل. خب در قسمت بعد من براتون یک حالا کارتی به این شکل رو روی تخته میذارم و بعد در موردش یه تعدادی سوال ازتون میپرسم که با توجه به کارت شما به اون سوالها جواب میدید. خب دوستان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امیدوارم که این درس به دردتون بخوره، خیلی جاها بتونید ازش استفاده خوب بکنید. یادتون نره که بخش آخر اون کارتی که براتون گذاشتم رو ببینید، بخونید، سعی کنید بگید برای خودتون با صدای بلند و به پرسش‌هاش هم پاسخ بدید. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.